بخشاینده و مهربان. دوستای عزیز سلام، امیدوار هستم که شما جور و صحتمند باشین و انشالله که تا پایان برنامه ما را همچنان همراهی بکنین. میبینین که ما و نیلاب جان امروز به دفترم نیستیم و ثبت ما امروز کاملا فرق دارد. آمدیم به یکی از مکانهایی که نیلاب جان براتان دربارش معلومات میده، ولی ما میخواییم پیش از یک گفه براتان بگویم. هموطنهای خوبه که تصمیم دارن بیاین کابل و به خیر مراسم ازدواجشان، مراسم های خوشیشان هم تجربه بکنن، حتمانی برنامه ما را تا پایانش بیننده باشین. ما براتانی که از بهترین هتلایی که شما بتانین محافل و خوشیتان در اینجا برگزار بکنین، خاطرتان از هر نگاه جمع باشد، ولی این که معلومات باید دربارهش پیدا بکنین، باید برنامه ما را تا آخر بیننده باشین. بر یاد خدای بزرگ توانا سلام بر همه بیننده های خوب ما، امید که جور صحتمند سرحال باشین. هموطنان عزیز باز هم خوش آمدین. امروز ما و فاطمه جان کاملا یک برنامه متفاوت داریم و قسمی که فاطمه جان گفت، امروز آمدیم در یکی از هتل‌های شهر کابل که یکی از بزرگترین و زیباترین هتل‌ها است. انشاءالله که تا آخر برنامه را بیننده باشین، در موردش معلومات هم میگیریم. و شهر هتل شهر چی؟ شهر نو. بهترین موقعیت شهر کابل موقعیت داره و نام هتل هم شهر نو. یکی از مکان‌های که همیشه در کابل مشهور است شهر نو، که سابق ما تا تعریفش شنیده بودم. میگفتند که وقت هموطنان مختلف شهر نو میامدن، باید حتی لباساشون منظر می بود، با پتلون و کوفتی میامدن. یک جایی است که همیشه هیچ وقت مثلا شرایطش، حال و هواش تغییر نکرده، همون رقم است و هر کسی میخواد که در بهترین شهر و در بهترین نامکر شهر محافل خوشیش را برگزار بکند، که شهر نو شما همگیتان با نامش آشنا هستید. ما و نیلاب جان آمدیم اینجا با مدیر عمومی هتل صحبت میکنیم که از تاسیس هتل بر ما معلومات بده. باز بعدش حتما میریم مثلا جاهای مفیده که طرف سالون میریم، درگی هایش چی هست و آلا کل گپان ما فاطمه جان اینجا تمام نمیکنیم، برای مدیرشان صحبت میکنیم و ببینیم که اونا چی گفتن دارن. خوب هستین، انشاءالله صحتمند هستین و انشاءالله که مزایمتان نباشین. سلام به شما، به بیننده های چینل شما، خوش آمدین به دفتر ما. بسیار زیاد تشکر، همیشه به هتل خودتان است، همیشه در خدمت شما است. خیلی خاطر ما جمع شد دیگه، بخیر هر مسئله داشتیم هتل خودمان است. انشاءالله ما در خدمت است. سلامت باشین، تشکر. میشه بر ما بگوین که از تاسیس هتلتان چقدر وقت میشد و در کل یک کم معلومات بدین که ویژگی های هتل چی است و هموطن های ما بدون شک با نامش آشنا هستند و هر کسی که شهر نو آمده و در این موقع حتما یک بار از این را گذر کرده و از این هتل هم شاید دیگه نمایی بیرون شدیده باشه. بسیار تشکر. تالار عروسی شهر نو که یکی از بزرگترین و بامیاری ترین هتل شهر کابل است، در سال 1392 تأسیس شده و تا اکنون خدمات خیلی با کیفیت به هموطنان عزیز عرضه می داره از هر لحاظ و طبق تقاضای عصر نوین و طبق تقاضای مردم به هموطنان ما خدمات خود عرضه می کنیم. در موقع خیلی خوب قرار داره هتل شهر نو، همین که به شما معلوم است که همه چیز شهر نو برند است دیگه. هتل شهر نو در بین هتل‌ها یک هتل برند است و الحمدلله مشتری های خیلی زیاد ما داریم. هتلی است که دو سالون خیلی بزرگ داریم، یک تفریگاه زنانه خیلی بزرگ، دو تفریگاه مردانه، همین رقم دو عروسخانه است بسیار مجلل و دو نکاخانه است. اینجا پارکینگ خیلی وسیع داره و موقعیت است که از هر لحاظ، یعنی اگه یک کسی باشنده شهر کابل باشه و عروسیش دهی یا محفل شیرینی خودیش دهی هتل باشه، از هر کنار و گوشه شهر کابل میتونه با آسانی دهی جا رسیدگی کنه، به خاطر موقعیت مرکزی شهر کابل است. شما وقت معلومات دادین گفتین که مثلا دو نکاخانه دارد، یعنی همزمان شما میتونین دو محفل هم بگذارین؟ بله، ما همزمان دو محفل هم میتونیم اینجا بگیریم و محفل های بزرگ که باشه باز یک محفل میگیریم. شرایطی که نو که ما باید به شرایط خود عیار بسازیم بی است که در یک سالون باید پارتیشن نباشه که در یک طرف زنانه بشینه و در یک طرف دیگه مردانه، که قبلا این امو رقم بود. باید سالونا جداگانه باشه یا در بین سالونا دیوال باشه و یا هم که سالونا جداگانه به زنانه سالون جداگانه باشه و مردانه سالون جداگانه. ما می رقم فعلا خود عیار ساختیم
و همگی خوش هستن از ما، صدماتم خوش هستن. من فکر میکنم هر سال شاید نوآوری های در اوتلا ایجاد شود و بیاید مثلا موضوعات که مثل شما گفتین کمی پارتیشن نباشه و دیگه با شما چقدر میتونین زودتر خود عیار بکنین به این موضوعات و همین کار اولین کاری که شما میخواین انجام بدین در اوتل شما باشه. تالار عروسی شهر نو از اون سال تاسیس تا امروز شاید هم که بار پنجم یا ششم باشه که ما به این کار میکنیم و نمای زیر تغییر میتیم، دیکور داخلیش تغییر میتیم، یعنی کارهای دیگه صورت میگیره که همه ساله هتل نو میشه. فکر کنید یک هتل نو جور شد و همگی خوش هستن و راضی هستن، هم از کارهای ما، هم از خدمات ما، هم از دیکور و دیزاین و همه چیزی هتل راضی است. یگانه موضوعی که آدم شهر کابل هم میگرده زیاد شده ای است که اوتلایی که برای خاطر معقول عروسی است بسیار زیاد شده و شاید رقابت هم به شما سخت‌تر شود وقتی رقم میشه. دقیقا رقابت خود سخت است، اما رقابت ما با اوتلای دیگه یک رقابت سالم است. شاید هم در تمام شهر کابل دو سه چهار اوتل باشه که با ما رقابت کنند، چون اوتل شهر نو یک اوتل درجه اول شهر کابل است و همو اوتلای درجه اول دیگه اگر که ما رقابت داشته باشن درست است، در غیر آن دیگه اوتلا خب اصلا رقابت کرده نمیتونن با شهر نو، چون همون میارات همون در 15 شاخص اوتلداری که از او تکمیل است اینجا و از هر لحاظ خدمات با کیفیت و تسهیلات عالی به مشتری مهیا میشه. خب هر تالارتان گنجایش چقدر نفره داره؟ مثلا تعداد زیاد میتونه گفتین؟ بله زمان تعداد زیاد باشه باز ما از تفریگاه هم استفاده میکنیم، از سالونا هم استفاده میکنیم، در خانه 2000 نفر گنجایش داره. نخیر تمام هتل اگر باز فرض کنیم یک محفل باشه که 2500 نفر باشه، باز ما میز و چوکی فراوانی داریم که باز ما میتونیم که از سالونای خرد یا تفریگاه هم استفاده کنیم. اینطور میشه که هر دو تالار یک جایی بکنیم و مهمان هم جایی؟ بله اکثر محفلهای بزرگ که باشه طبعا تمام هتل به اختیار یک محفلدار قرار میگیره. یعنی امکاناتتان برای هر موضوع شما آماده است. دقیقا صد درصد. اینجا خلاص بکنیم یا اینکه برایم سالونا هم تو صحبت هم بکنیم؟ ما میخوایم که بریم به همونطور شما نشان بدین اونجا یارا و همونطور دربارهش صحبت هم بکنیم، چنین جا اگر گپ بزنیم یک گپ تخیلی میشه بریم که واقعی ببینیم. فاطمه جان یک چیزا نگفته همونیم که دفتر شما خیلی همونطور منظم آدر نیلاب نمیشه. بریم به خاطر اینکه باید ببینیم. بله خدمت. به طرف گلسازی که یکی از موضوعات مهمه که در هر هتل می باشه است که بخاطر هموطنای ما باید جمع باشد وقتی اینجا می آیند، برای همه رسم و علنات که در محافل دارند باید خاطرشان جمع باشه و راحت باشه، که مثلا بخینه استفاده میشه، توکریه که بخینه استفاده میشه. اینی است چی جان؟ اینی هستنه؟ آه کدامش خوشت آمد؟ باز برد بگیریم چو بشه؟ خب از کلا یک کدام مرمی فهمی چی خوشم آمد؟ امویلکین هلکین و گلاس این گل خینه هست این جگ و گلاس که بخاطر شربت استفاده میشه، یم زیوردانی دیگه میبینین در کل همه موضوعاتی که بر یک محفل ضرورت هست حتما اینجا با دیزاین های مختلف میتونین پیدا بکنین، بخاطر که هم نگیندار هست هم ساده هست و هر قسمی که خود کسی که میخوای محفل برگزار بکنه حتما میتونه اینجا پیدا بکند، ولی از دیزاین های افغانی هم که زیادتر مقبول معلوم میشه. اینی هم اونکو هست نی؟ سفتکای اونکو یا جوس؟ نه، جوس به خاطر کیک قد کردن کیک گپاک می باشه. نه، به خاطر که دیدیم فکر کردن جنگ گلاسش و اینی توکری هایی که به خاطر افغانی استفاده میشه. این هم شاید دیگه عموما که گند افغانی باید سفتکای خینه افغانی باشه و خینه هم دو میگیرن و میبرن، یعنی دوستایی که خواستن دیگه ایش یگان تو از بیرون میاره و یگان تو میتونه از خود هتل که یادشان بره و بیان از اینجا ببرن، یعنی همه امکانات این هتل دارا میباشه. واقعا که عالی است و یه میز مقبوله که به خاطر کیک استفاده میشه دیگه. این خودش شق مقبول است که دربارش اگه گپ هم نزنیم خودش گپ میزنه بسیار مقبول.
خب ما و نیلا بم میریم به طرف پارکینگ و موضوعات بعدی که در هتل است. میخواییم همه گیشه براتان نشان بدیم و شما خوش کنین، بخیر که آمدین، در محفل خوشیتان از اینجا استفاده بکنین. اینجا را چی میگن؟ کرا میگن دیگنی؟ کرا یا کرا بگیرین. باز ما و نیلا بم خبر کنین که بخیر بیاییم. بخاطر معلقه من دستیم که بیاییم. کابل جان امروز هوا هفتوی است ولی سرد است. ما هم آمدیم بیرون پارکینگ که پیشتر با نیلاب میگفتم خدا گردن من نگیره شاید 200 موتر اینجا جای شد. تو 100 گفتیم، من 200 آدختم. من 100 گفتیم تو 200 ولی حالا اصلیش میگه که چقدر موتر میتونه اینجا داشته باشه. قسمی که شما مشاهده میکنین که پارکینگ تالار عروسی شهر نو یک پارکینگ خیلی وسیع است و تقریبا گنجایش 2 الی 2.5 ساعت موتر داره. دو نیم ساعت. بله، و خاطر چون هر کسی که میای محفل حتما با موتر خودش میایه که خاطرش جمع باشنی. دیگه این یک پارکینگ واقعا بزرگ است. دیگه بریم طرف میتونین شما در تصویر بیننده باشین که نمای هتل شهر نو خیلی مقبول، خیلی دکوراتش هم عالی و واقعا که زیبا هست. مرا خوشم آمد زیاد. تو رو همیجا میمانیم به خیر و بسانیم. خب میریم طرف سالونایش ببینیم که سالونایش شاید نامای مختلف داشته باشنی. اوجه نوشته بود صدف و... سالون صدف و مروارید. خب میریم میبینیم سالونایش، ببینیم که دیزاین سالون چه قسم است. خب دوستای عزیز، بالاخره ما آمدیم در سالون تفریگاه هتل شهر نو و این تفریگاه هم مربوط خانم ها میشه، مخصوص خانم ها هست که هم مربوط تالار صدف میشه و هم مربوط سالون عروسی مروارید که خیلی فضایش هم میبینین وسیع هست و دکوراتش و دیزاینش هم خیلی زیبا هست. خود گفته فاطمه جان از بس که خودشان زیبا هستن بدون ما خودشان صحبت میکنن که چقدر مقبول هست. اما تا فاطمه جان بدون شک کمی قسمت برای زینایی که به عروسخانه را داره بسیار مقبول است که میتونن برای وقت فیلم برداری بکنن چقدر مقبول معلوم میشنی. شاید نمایش از طرف روز قدر مقبول است، از طرف شب زیادتر باشه به خاطر کلش شیشه کار کردن. بله. دیگه دو تا عروسخانه دارن که یک عروسخانه او طرف است از سالون صدف است و یک از مروارید برایش یک راه است. بله درست. و فاطمه جان یک چیز نگفته همونیم که پیشتر مدیسب گفتن که شاید کسایی باشن که مثلا در هتل در داخل هتل که در روسی در سالن روسی می باشن میشه که فضای هتل هم تو دیگه برشان قید باشه یا هم میتونن صحبت داشته باشن، میتونن در این تفریگاه بیاین راحت صحبت کنن. یعنی به مردم بدون دم یک شب مگر عروسی باشه خیلی دیگه چه میگن سهولت ها رو برقرار کردن. خیلی عالی. خاموش نکن تفریگاه. خب ما میریم آیستا آیستا طرف بالا میریم سالن تالار. تالارش دیگه بالا نمیریم، ما تو عروسخانه کار نداریم. عروسخانه شم ببینیم خب میشه که خب بس میبینیم. آمدیم به تالار که به خاطر محافل دیگه آماده است. من فکر میکنم شاید برای امشب این دیزاین کرده باشن یا شب که گذشته محافل بوده، دقیق نمیفهم، اما بسیار مقبول است. به امشب دیزاین شده. آخو. امشب محافل را که داریم اینا دو استیج زدن و یا ترس از دیگه اما استقبالی است. برای میمانای خود زدن دیگه یک استیج خینه است. بسیار مقبول است رنگش. چطور این رنگ انتخاب کردین؟ این میتونه دیگه رنگ هم باشه؟ بله، این هر رنگ است. این خواهر هر محفلدار مشتری مو به ذوق خود انتخاب میکنن. نظر به مو لباسایش و نظر به مو شوق و ذوق که دارن اینا انتخاب میکنن به مو اساس میباشن. دیکورش مربوط به مو کسی که بله. به اینجا محفلش هست میرسه. بله. خب فاطمه جانو طرف بریم. اوجه ما و نیلا بسیار رنگ رنگه به نظر ما آمد اما بسیار مقبول معلوم میشه. اولین بار از استیج افغانی را با مقبولیش میبینم، چون همیشه دیده بودم یک توشک ساده انوار میکردن یا شاید یک خیمه و یک قسم میبودنی. دیگه این را بار اول از دیدم. رنگایش که استفاده شده بسیار رنگای مناسب و خوب که همه گیش به یک دیگه همخوانی دارد و این دو چایبر هم که میبینین کاملا دیگه دیکور افغانی است که بسیار مقبول معلوم میشه.
یام دیگه به خینه هست. من دیگه عروس داماد لباس افغانی میپوشن، گند افغانی و دیگه باز این جمعین میشینن و خینه رو میگیرن. خب بسیار مقبول. با هم هر چیزی که افغانی باشه، اما چی میگن؟ زیبایی خودش داره. خب بسیار مقبول. یعنی ما هیچ گفتنی نداریم. میخوام مقبول مقبول گفتم که شاید دوستای ما بگه خب چیز مقبول آدم مقبول میگه دیگه. چیزی که رنگایی که استفاده شده چقدر رنگای مناسب و خوب است. یکان بار وقت نام از افغانی میشنون هر رنگی که دلشان بود کار میکنن. این مچ میکنه با لباس های افغانی مچ میکنن و اکثر مردم امی رنگا را خوش میکنن. یعنی به بناشان به مشابهینشان امی رنگا را خوش میکنن اکثرت مردم. آ رنگش این تالار صدف است. این تالار ما به نام تالار صدف است. خب بازتر هم است که برتری داشته باشه مثلا این تالار یا ازو تالار که برتری داشته باشه یا اردوش برتری نداره. سایز اردو تالارم به یک اندازه است، گنجایش میمانان به یک اندازه است، فقط ذوق فرق میکنه. بعضی محفلداری تالار خوش میکنن، بعضی شنور خوش میکنن. اونا هر تالار را خوش کنن، ما در خدمتشان هستیم، امور را برشون عیار میسازیم. خب دقیقا من گفتن همونه یک چیز که بدون زیبایی خود هتل داخل هتل امی سقف هتل چقدر مقبول دیکور شده، بالخصوص امی قندیلایی که در اینجا هست زیباتر ساخته هتل. تو خبر اینا گران تمام شده باشه. خیلی 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 شب باز این هتل یک مقبولی خاص خودگی خود داره. من مطمئن سفید چای رنگا است و شما به خاطر از این که سفید چای رنگا بوده استفاده کردین به خاطر دیکورش یا که میتونم خانی داشته باشه با هر لباس؟ نه خیر نه خیر. معمولا در تمام هتل‌های شهر کابل اگر پوشای میز چوکی است یا دیکورای چت تالار است سفید میباشد و این رنگ سال است. این رقم برد بگویم مردم خوش میکنند. خب هر سال تبدیل میشه. بله بله بله. و سفید هم گفته فاطمه جان زیبایی خود خدا داره. چون همیشه پاک و منظم معلوم میشه و یک رنگ روشن است. فاطمه جان بیشتر در مورد هتل صحبت کردیم در مورد تالار، اما پرسان نکردیم از مدیر صاحب که هتل به اینقدر زیبایی و هتل به اینقدر مقبولی و دیزاین از پرسنلتون بر ما نگفتین که چقدر گرسون دارین. یعنی اگر همزمان در هر دو تالار شما عروسی داشته باشین، اما گرسونه که در اون هتل از در اون تالار است در اونجا میرن در اینجا همزمان یا که نه جدا جدا حتما؟ نه خیر، ما تقریبا از 50 نفر پرسنل ما تعدادشون زیاد است، هم طبقه ذکور و هم طبقه اوناس. اگر همزمان دو محفل باشه بر دو محفل بسیار به وجه احسنش رسیدگی صورت میگیره. بله هیچ مشکلی نیست، تعداد پرسنل ما زیاد است و چون سالون ها دو سالون هست دیگه به دو سالون رسیدگی کار خیلی مشکل نیست. این استیج یکی از استیج های شاید ساده و مقبول باشد که هر کس میتونه ایره خوش بکننی. هیچ تو یک عیب و نقص و نواقص در این دیزاین دیده نمیشه. بله یک استیج نو است، دیزاین نو است دیگه. اکثر مردم استیج های فول و استیج هایی که نو باشه خوش میکنن و تالار عروسی شهرانو هم همه ساله در بخش گلسازیش استیج هایی که سابقه باشه او را استفاده نمیکنن و هر سال دیزاین های نو آماده میسازن و در خدمت همشهریان و مشتریان. اطرام میشه که خودشان مثلا برتان دیزاین نشان بده شما باز جور؟ بله بله، اگر کسی کدام دیزاین خاص داشته باشه و بخواد که مطابق دیزاینش بر استیج ترتیب شوه میشه هیچ مشکل نیست. نظر فرمایشان بله. دیزاین میشه. چون گلسازای هتل تالار عروسی شهر نو خیلی پروفشنال کار میکنن. هیچ مشکلی وجود نداره. هر چیزی را کسب خوش کنن ما میتونیم برشون بسازیم. از سالون معلوم میشه مدی سایت. خب ما و نیلاب جربس ما به مو گاز مقبول بود فکر میکردیم شاید دو عروس بیارن. ما نظرهای مختلف داشتیم اما حساب شه پیدا نکردیم. آل مدی سایت همی گاز هم میگین؟ ای برای کیک هست و یا فرمایشتی جور شده محفل که امشب داریم. مدیسه بازی کیک رزیجی تو نمیغلطه؟ نه نمیغلطه. یعنی استوار میباشه؟ خیلی استوار میباشه. این برای کیک هست. شاید گرنگی کنه بازم تو استوار باشه. دیزاین نو هست. بسیار مقبول. تگه ایش ضرورت به میز نمیباشه. باید دمی قچه ها کیک کنی؟ باید استاده باشه. بله قچه ها. فرق میکنه. میزای کیک فرق میکنه. دیزاین های زیاد داریم ما. دیگه هر کس هر دیزاین را که خوش کنه ما اونا برشون جور میکنیم آماده میکنیم. خب هر کس هم مسلکش ما و نیلاب چی فکرهایی به ای کده بودیم که شاید دیگه ما روزه بیارن شاید که دوان گرسی یعنی حتما مرکز گرمی هست نه بخاری ها رو میبینیم بخاری ها هم هست و ایسی های سالونا فعال هست
تقریبا در سالن ما 36 هست و به اندازه کافی میتونه که هم سالن گرم بسازه و هم سالن سرد بسازه. خب دوستای عزیز، شمایی که دوست داشتین دیگه نامزاد هستین، خواستین محفل عروسیتان برگزار شود، دیگه یکی از بهترین هتل های شهر کابل است و در بهترین موقعیت، هتل هم به نام هتل شهر نو بسیار مقبول، دیکور داخل هتل هم زیاد مقبول، دیگه مرا خوشم آمد ان شاء الله. حتما به خیر عروسیت میجه میگیریم. خب بقدر تعریف کردی حتما می هتل انتخاب میکنیم. خب بریم طرف سالن بعدی. مروارید بخیر. سلام. بله نیلاب جان هم آمدیم اینجا بشینیم ببینیم که امو حداقل آرزداماتی که میشینه چهار طرف منظم دیده میتونه و چقدر میتونه خاطرش هم جمع باشه. یک گپ موضوع خوبی است که اینجا بسیار استیجش هم بزرگ است. کلان است اینجا دیگه تشویش نکنند که ننوای عروس، تشویش نکنند ننوای عروس، تشویش نکنند خوارای عروس که اینجا جای میشین شما رو دیگه. بسیار زیاد تا استیجش بسیار بزرگ است، جای میشه در حدود یک ده نفر یا 15 نفر. نمیشه فاطمه جان تو مثلا گرمه افغانی هم میپوشن. خب بلکه اینه گرد میگم میشه نامی رقم از رسم رواج افغانستان و اینجا هم چقدر زیبا که عروس داماد اینجا بیشین هم از اون طرف تالار میتونه مردم ببینیش هم از اون طرف تالار. یعنی واقعا دیکورات هتل شهر نو خیلی متفاوت و زیبا هست واقعا که به مقدر زیبایی هایی که من گفتم واقعا واقعا میارزه دیگه بدون شک. و این افغانیش هم یکی از متفاوت ترین جایی است که من یعنی دیدم دیگه از دیکوراتشان که خیلی رنگای هم تو بیشتر فاطمه جان هم گفت رنگای ساده و منظم که با گند افغانی حتما میکس میشه و میپوشن. صدای چی خمی پیچه بیجه من بیشتر نیلا با گفتم به اولین بار از تالار آرسی رو من خالی میبینم. خالی میبینم. خب اینا گفتن شب محفل داریم دیگه بوک هم کردن و امیال هم زیاد مشتری داره هتل شهر نو که پیشتر ما هم میریم طرف امیال. گپ ما هم گفتم ما هم گفتم چی گفتم باید بگویم که ما هم میریم به طرف تالار مروارید ببینیم که اوجه از اینجا چی فرق دارد و استیجاش چه قسمت. شما ما هم ببینیم. آمدیم به تالار مروارید و این تالار هم دیکورش فرق میکنه، دیزاینش فرق میکنه، رنگی که استفاده کردن فرق میکنه چون در اوجا که دیدیم استیجش کاملا تغییر داشت ولی این ساده تر از او است ولی ظریفتر و مقبولتر. دیگه ایجا طلایی و سفید کار شده، اوجا مکمل سفید بودن. این نیلاب جان؟ کاملا سفید بود و دیزاینش هم یکمک از یک قدم مغلق‌تر بود. این یکمی ساده است که خیلی ظریف هم معلوم میشه وقتی از داخل که داخل از بیرون که داخل هتل میشیم بسیار هم تا از دور ظریف معلوم میشه. دوستای ما نگه فاطمه و نیلا دیگه در جای میرن میرن دستجا میشین. خب خیر دیگه ما میخواییم که هم تو از همینجا صحبت هم بکنیم و این به شما نشان هم بدیم که چقدر دیکورش مقبوله، چقدر زیبایی خود داره. واقعا هر دو تالارش هم مروارید هم صدف زیبایی خاص خودش داره و این تالارش هم که
مروارید هست ظریف کار شده. و میز کیک هم دیده اینو جفت میکنه دیجا بریم و یه هم میز کیک صدف شما دیدین که گازک بود و این میز تنها دیگه ساده است. ساده هست، کاملا ساده است. و مشکل نگلتم فاطمه جان، یک چیز دیگر متوجه شدی که در سالن صدف کاملا سفید است. آه ایجا طلایی و سفید بود و اونجا یک استیج رنگرنگی که رنگایش بسیار مقبول است و همیشه جلب توجه میکنه. این دو رنگ نیم طلایی و سرخ تکه میریم امون طرف میبینیم که دیزاین از او کاملا فرق داره با او دیکور افغان. این میتونه برای لباسای ساری دامن هم استفاده شود، چون ساری دامن ها همیشه رنگای شوخ میباشه و هم میتونه بر خینه استفاده شود، به خاطر که رنگش شما میبینین همونطور جلادار رنگ طلایی و جیگری است. جیگری یعنی جیگری است یا سرخ؟ من جیگری و سرخ زیاد لایک دارم. خاطر دیگه میز مقبولش افغانی اینجا هم دیگه وطنی هست. هم هم افغانی گفته میشه و هم میتونن بر ساری دامن استفاده بکنن. یعنی معمولا نمیره هم استیجا استفاده میکنن. یه استیجایی است که خود هتل شهر نو به دیزاین داده، ولی شاید کتلاک داشته باشند که خود هموطنای ما انتخاب بکنن نظر به لباسایشان، به او خاطر باز میتونن به فرمایش خودشان جور بکنن. هر مشتری میتونه که دیزاین بکنن. خب فاطمه جان بگید مدیر صاحب هم هست، از اینا پرسان بکنیم در مورد مینویشان، چون در مورد همه هتل و زیباییش پرسان کردیم، در مورد مینویش پرسان نکردیم. شاید دوستای ما بیننده باشن بفهمند که بخواین که اگر محفلشان باشه از این طریق بفهمند مینویش چقدر هست. معمولا فکر میکنم 4 مینو شاید باشه، یکی فوق العاده، یکی درجه اول، یکی دو، سوم هم میباشه. 4 مینو داریم، یکیش فوق العاده است که مینوی خیلی عالی است. باز مینوی اسپیشال هم داریم که مینوی خاص است، درجه اول است، و مینوی درجه دوم است. 4 قسم مینو داریم، غذایش فرق میکنه. هر کس نظر به توانایی خود انتخاب و نظر به ذوق خود میتونه مینوی خود انتخاب کنن. ان شاء الله ما به موجه احسنش اما مینو را به شما آماده می‌سازم. خیلی خوب است. کیفیت غذا هم یک کیفیت می باشه، فقط کم و زیاد شدنش به درجه زیاد. بله بله. فوق العاده از مواد عالی استفاده میشه. اگر مواد با کیفیت استفاده میشه، یعنی شما این رقم فکر کنین که تاپ ترین آشپزای شهر کابل در هتل شهر نو کار میکنه. خیلی غذای لذیذ و غذای خوشمزه اینجا میشه. بریم به طرف دو موقعیت که باید اونجا را معرفی بکنیم. یکی آرزخانه ها است که حتما آرزخانه هایی که میخواین محافلشان در اینجا برگزار بکنن خاطرشان جمع شد که مهم هم آرزخانه است. میگن جایش باید یک کمک بزرگتر باشد و او را بریم ببینیم. دیگه نکاح خانه از آمدن از اینجا ما میخوایم یک سوال سوالی که در ذهن ما جواب شد بگیرم بعدش برم. سوال میست که بیشتر که امروی متوسط دفتر صحبت میکردیم گفتن که وقت اگر تعداد نفر زیاد باشه ما میتونیم هر دو تالار یک جای بسازیم. چه قسم یعنی اینمی حتما منظور از اوگه پی بود که یعنی یک سالون گنجایش 1000 نفر تقریبا داره. خب بیشتر از اگر باشه از دیوال یا پارتیشن صورت میگیره اگر تعداد کم باشه. اگر تعداد مهمان ها زیاد باشه پس پارتیشن زده نمیشه، یک سالون مکمل به طبقه اونا زده میشه و سالون دیگه هم به طبقه زده میشه. این رقم میشه یعنی این چهرده از یک جای نمیشه. نخیر تو یک جای امکان نداره یاره یک جای بزده. من فکر کردم اینی پارتیشن که در این موبایل فنری هست. آخا دو دیوالا پس میشه. خب سوال جواب شکرفت. بریم به طرف آرزخانه و نکاخانه. دوستای عزیز بالاخره آمدیم به طرف آرزخانه ها و قسمی که شما میبینین زیاد دیکورات اینجا مقبول زیبا معلوم میشه و یک چیزی یک نواری خاصی که در اینجا ما دیدیم اولی که از سالون البته از همون تفریگات مهمان وقت وارد میشه و داخل هتل اولا نمو لوگوی تالار عروسی شهر نو که حکاکی شده با سنگ خیلی زیبا و یک نواری واقعا و یک دکروشن خیلی عالی که من وقتی دیدم زیاد خوشم آمد و مقبول هم معلوم میشه و فکر بکنم امی حکاکی دو عروس خانه را از هم دیگر جدا بسازه، مثلا عروس خانه سالون صدف و همراه مرواری که اینا جدا جدا هستن. فاطمه جان دیگر این هم دو تا عروس خانه است دیگه که باز عروس خانه میشه میباشه و ما هم میریم جای تبدیل لباس یک آینه بزرگ و فکر میکنم شاید یک میز به خاطر نان خوردن هم باشه.
ایرای زینای که حتما به خاطر فلم برداری زیاد استفاده میشه و وقت عروس از عروسخانه تا داخل تالار میره این بسیار مقبول معلوم میشه ایرای زینا بخاطر همگی شیشه کار شده. فاطمه جان امی عروسخانه ها باید کم خردتر باشه بخاطر شی بو بخاطر که زیاد با عروس و داماد مزاحمت نکنه نه؟ خب حتما این فرمایش نیلا و هم بگیرین بخاطر عروسخانه ها را باید خردتر آماده بکنن. اگر از مروارید باشه میره طرف مروارید، از صدف باشه میره طرف صدف، اگر همزمان دو محفل باشه که مطمئن قدر زیادتر از این محفل ها میشه که در یک شب دو محفل بدون شک می رقم میشه. خب میریم به طرف نکاحخانه ببینیم که اوج هم حتما ما قسمی که در ویدیوها دیدیم چون دخترها و خانما هیچ وقت عروسخانه نرفتن نه دیدیم که حتما یک میز بزرگ می باشه، یک چوکی مخصوص داماد می باشه، اون چیزایی که در ذهن ما تصور می کنم اینا رو برم از نزدیک ببینم که چه قسم می باشه. دقیقاً بریم ببینیم که باز ددل مارمان نمون آمدیم به نکاحخانه. تصوراتی که من داشتم نیلاب جان میگفتم درباره نکاحخانه چون همیشه در ویدیوهای عروسی دیدیم ولی هیچ وقت خانما در نکاحخانه نبودن، گفتم یک چوکی که متفاوت می باشه به خاطر داماد. این موی امو چوکی شوهان است، میتونی اینجا بشینی؟ نه فاطمه جان، اینجا مخصوص داماد. خب دو تا میزه که دو طرف می باشه، یکی شاید طرفی که عروس خیل باشه می طرف می باشه، یک طرف هم داماد خیل، دیگه دو تا چوکی هم که به خاطر شاهدایی که در محفل می باشن و یک چوکی که نزدیک به داماد می باشه، عمو هم چوکی مولوی صاحب می باشه که بخیر نکاح هم اینجا تمام میشه، بسته میشه و میرن طرف محفل. بعدن دیگه اول میرن یک دو تا نفر دیگه از عروس هم پرسان میکنن و هم پدر وکیل خود انتخاب میکنن، بعدش میرن اینو به مولای صاحب میگن، بعدش هم شاهدا شاهدی خود میدن میرقم میشه. و گنجایش یک نکاحخانه بسیار مهم است، شاید زیاد کسا بخواین، همکارای داماد مثلا خیشا نزدیکا قوما همگیشان میخواین در محفل نکاح باید اشتراک بکنن که شما میبینین جدا از ایمیز او طرف هم چوکی ها ماندن و او طرف پشت از این چوکی های سیاه چوکی سفید هم ماندن میشه تعداد زیاد شود. خب دوستای عزیز یک چیز دیگر باید یادآور شویم، این نکاحخانه هم شاید کسایی که بخواین که بیشتر هم از طرف عروس هم از طرف داماد تعداد زیاد در نکاح حضور داشته باشن، امی تالار خیلی کلان هست، گنجایش 100 نفر هم مطمئن هستم داره و معلومه میشه نظر به چوکی ها و میزایی که اینجا هست میتونه داشته باشه. و یک چیز دیگر هم میخوایم یادآور شوم فاطمه جان که یادم مرفته اونجا بگویم، ای که اونجا وقتی که مولای صاحب حضور داشته باشه باز او طرف داماد پدر وکیل عروس حضور می داشته باشه، باید همزمان شاهدای هر دو طرف حضور داشته باشه که نکاح بسته شوه. اینم باید میگفتم دیگه. خب آخرین جایی که باید دیدن میکردیم همین نکاحخانه بود فاطمه جان، دیگه از تالار عروسی شهر نو از کل جاش دیگه دیدن کردیم. آه نه دیگه خاطر جمع شد، میخواییم باز خدافیزی رو هم بگیریم. رضی که تا پایان برنامه ما را بیننده بودیم، ما هم خواستیم که یک برنامه کامل یک برنامه خوب تقدیمتان بکنیم. محفل دارایی که میخواین یک محفل خوب داشته باشن در یک تالار عروسی خوب و مفشن حتما بین به تالار عروسی شهر نو، خاطرتان از همه امکانات از همه تجهیزاتی که دارن خاطرتان جمع جمع باشن. برنامه با آخر است، گفتنی های آخر مدیر صاحب هم میشنیم. تشکر میکنیم از شما از حوصله مندیتان که ما را تحمل کردین، همراه ما هر جای رفتین و بر ما معلومات خوب و کامل دادین، تشکر میکنم. و آخرین گفتنی هایتان در برنامه ما برای همه کسایی که میخواهید مشتری هایتان شوند و مشتری هایتان بودن، حتما خاطرات خودم نوشته میکنن و میگن از هتلتان، میتونین بگوین. زنده باشین، بسیار تشکر، قدم رنج فرمودید، تشریف آوردین، زحمت کشیدین، از شما تشکری میکنم و از بیننده‌های چینل یوتیوب شما هم خوشمند هستم که اگر کسای محفل داشته باشن یک بار بیاین ببینین خودتان از نزدیک تمام سهولیاتی که براتون تشریح شد دیگه براتون مهیا میشه. اگر تعداد مهمان ها خوب باشه زیاد باشه براتون تخفیف در نظر گرفته میشه، و از اقتصاد مردم طبعا که دیگه شرایط خوب نیست، خراب است، دیگه تا اندازه که ما امکانات داشته باشیم سهولیات را به مشتری خود ارائه میکنیم. بسیار زیاد تشکر از شما. از شما بسیار زیاد تشکر می دوست دارم از اینکه گفتم فاطمه جانم بیشتر گفت حوصله مندی تون که ما تحمل کردین و همه جای زیبای مطلب رو نشان دادین، از مینو گرفته تا تالار و دیگه تا پرسونل همیشه بر ما تشریف کردن. زنده باشن دیگه. دوستای عزیز تشکر از شما که بینندی ما هستیم.
چنل ما را سابسکرایب بکنید و همچنان لایک بکنید یادتان نره و اگر دوست داشتین دیگه در اینجا محفل داشته باشین همان تا آخر برنامه را ببینین و تمام گپا را که در باره هتل شهر نو هست ما گفتیم و دیدیم شما هم دیگه ببینید یک موضوعی را که نیلاب جان یک کرد من هم میخوام یادآور شم که گفت چینل ما را سابسکرایب بکنید چینل ما بخیر 95,000 سابسکرایبر دارد و انشاءالله 5,000 دیگه کم بست که یک لک شدیم وقتی یک لک شد چینل ما بود این خوشی را با شما یک جلی تجلیل میکنیم و حتما جشن میدیم منتظر سابسکرایب چینل ما همچنان هستیم چون وقتی یادم این موضوع را یاد میکنیم هشت شده هست بودیم این خدا نو خدا پرزید تیدا در وقتی این موضوع شد دوست ما که چینل ما را سابسکرایب کرد بازم یادتان نرد چینل ما را سابسکرایب بکنیم دیگه ما میخواییم خوبترین برنامه تقدیم شما بکنیم وقتتان بخیر خدا نگهدار.